موشک هایی که ایران مایه افتخار و اقتدار میداند و آمریکا تهدیدی برای منطقه همه ساخت ایران است حالا پنتاگون میگوید به رغم چند دهه تحریم های آمریکا ایران موفق شده بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه را به وجود بیاورد اما تاکید کرده برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی دارد در این گزارش آمده در نبود نیروی هوایی مدرن ایران به برنامه موشکی روی آورده دلیلش منصرف کردن دشمنان منطقه ایش به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان از حمله به ایران از این حرفا اصرار به خاطر همینه. اما توان موشکی ایران چقدر است و چرا ایران به سمت ساخت موشک رفت؟ با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 خارج شد و یکی از دلایلش را برنامه موشکی ایران عنوان کرد. در مورد توانایی‌های نظامیمون خب با کسی مذاکره ایران میگوید برنامه موشکیش قابل مذاکره نیست و جنبه دفاعی دارد. در اواخر جنگ ایران و عراق تهران که به دلیل تحریم ها قادر به گسترش و تجهیز هواپیماهای رو به استهلاکش نبود با وجود خرید چندین جنگنده روز چاره را در بالا بردن توان موشکی خود دید در دوران جنگ وقتی صدام حسین شهرهای ایران رو بمبارون کرد ایران با آسیب پذیری خودش پی برد و تصمیم گرفت به سمت ساخت موشک های بالستیک بره کم کم با وارد کردن سلاح و تکنولوژی ساختان عمدتا از کره شمالی موفق شد خودش موشک های بومی تولید کند و به قولی برنامه موشکی ایران کلید خورد حالا ایران موشکهایی با برد کوتاه و متوسط کروز و بالستیک با سوخت مایع و جامد دارد اما همه اینها یعنی چه بگذارید تفکیکشون کنیم اول برد موشک ها. موشک بر اساس بردشان به چهار نوع تقسیم می شوند. با برد کوتاه که تا هزار کیلومترند و با برد متوسط که بین هزار تا سه هزار کیلومترند. موشک های میان برد بین سه هزار تا پنج کیلومتر برد دارند و موشک های قاره پیما که برای حمل کلاهک که هسته یند بالای پنج کیلومتر مسافت طی می کنند. در خاورمیانه فقط اسرائیل همچین موشک دارد. طبق اطلاعات موجود ایران تا به حال فقط موشکهایی با برد کوتاه و متوسط تولید کرده الله اکبر برد عملیاتی 2000 کیلومتر ایران در محدودیتی به ظاهر خود خواسته موشک بالای 2000 کیلومتر تولید نمی کند با برد 2000 کیلومتر ایران قابلیت هدف قرار دادن اهدافی در اسرائیل را دارند که از غرب ایران 1500 کیلومتر فاصله دارد و مثلا ریاض در عربستان سعودی که از جنوب ایران هزار کیلومتر فاصله دارد و همچنین پایگاه های نظامی آمریکا در ترکیه، قطر، کویت، امارات، بحرین، عمان و سایر کشورها. محصولات ما در حوزه مشک بالستیک زمین به زمین حدود 29 موشک رو به خودش اختصاص داده. چند سالی است که در حوزه مشک کروز کارمون شروع شده. خ... ایران هم موشک بالستیک و هم موشک کروز دارد. اما فرق این دو موشک چیست؟ موشک های کروز در ارتفاع خیلی پایین به سمت هدف پرواز می کنند و قابل هدایت با GPS هستند و به همین خاطر دقت بالاتری دارند و قادر هستند پایین تر از سطحی که رادارهای معمول قادر به پوشش آن هستند پرواز کنند اما موشک های بالستیک به هوا پرتاب می شوند مسیری رو طی می کنند و بعد به شیوه سقوط آزاد به هدف اصابت می کنند یعنی به نیروی جاذبه زمین متکی هستند به همین خاطر در ارتفاع بالاتری حرکت می کنند و معمولا برای اهدافی که روی زمین هستند استفاده می شوند. در سالهای اخیر ایران به جای بالا بردن برد موشک ها بر روی دقت آنها سرمایه گذاری کرده. اینکه ایران در پی بالا بردن دقت موشک هاست به جای بالا بردن برد اونها در واقع خبر خوبی از منظر منع گسترش سلاح های ای. چون اگه شما دنبال ساخت موشک با کلاهک ای باشید، نیاز به موشک با دقت بالا ندارید. به خاطر اینکه قدرت ویرانگری بمب‌های اتم طوریه که نیاز به دقت بالا ندارن اما ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه در چه موقعیت نظامی قرار دارد عربستان سعودی بزرگترین خریدار اسلحه در جهان در سال 2017 حدود 70 میلیارد دلار یعنی حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلیش را صرف مخارج نظامی کرد اسرائیل هشتمین صادرکننده کننده بزرگ اسلحه در جهان 16.5 میلیارد دلار یعنی چهار سه درصد از تولید ناخالصش را صرف توان نظامی کرد. ایران با 14.5 میلیارد دلار و دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلیش از رقیبان منطقه فاصله دارد. البته مشخص نیست ایران دقیقا چه مقدار برای فعالیت های برون مرزیش هزینه می کند. انشاءالله دو ماه واره را به فضا پرتاب خواهیم کرد. نگرانی دیگر آمریکا از برنامه فضایی ایران است. آمریکا پرتاب ماهواره و تحقیقات فضایی ایران را زمینه برای ساخت موشک های بالستیک قاره پیما می اتهامی که ایران آن را بارها رد کرده. اگر کسی واقعا نگران اینه که ایران احتمال داره موشک های با کلاهک هسته بسازه می بایست برجام رو زنده نگه می داشت. برای اینکه معقول نیست که شما موشک قاره بسازید وقتی قرار نیست بمب اتم داشته باشید ایران در حال حاضر پیشبرد برنامه موشکی و تجهیز شبه نظامیان در منطقه را راهی برای دفاع در صورت حمله احتمالی به خود می‌بیند. و آمریکا، اسرائیل و عربستان این استراتژی را تهدیدی برای خود می‌دانند. <applause> پرهام قبادی، BBC. بی بی